بخیر، به بازار امشب از طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. حمایت صندوق جهانی پول از اصلاحات بانکی افغانستان. در این چارچوب فایق آمدن بر میراث سقوط کابل بانک در سال 2010 یکی از برنامه های کلیدی و مهم افغانستان است که از سوی صندوق جهانی پول پشتیبانی می شود. برنامه های دو ساله آبرسانی کما ایسای چی مون سره ده او حقا فیصدی چی مونگا پتغ دو کالو که ورطا برای تطبیق پروژه های آبرسانی کال زیر دست است. مبلغ 5,300,000 دلار در نظر گرفته شده. وجود فساد در نهادهای گردآوری مالیات. اگر سیستم وزارت مالیه به شکل آسانتر یا ساده‌تر چی شود، قسم بتانند که ما بسیار با آسانی یا براحتی بتانیم که همون مالیه را تصفیه کنیم. و آتش سوزی در بزرگترین جنگل شهر لشکرگاه. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. شماری از دستفروشان در پایتخت از برخورد نادرست پلیس و کارمندان نوایی شهر کابل شکایت دارند. آنان میگویند پلیس و کارمندان نوایی شهر کابل که در پاککاری جاده ها از وجود دستفروشان مسئولیت دارند، گذشته از گرفتن رشوه آنان را لت و کوب میکنند و کالایشان را به زمین میریزند. این دستفروشان از حکومت میخواهند که به مشکلاتشان راه حل بنیادی جستجو کنند. اینان دست فروشان هستند که با سرمایه های اندک در کنار جاده ها دست فروشی میکنند و بسیاری از آنان به جز این کار درآمد دیگر ندارند. بسیاری از این دست فروشان افراد نادار هستند که از این کار نیازمندی های زندگی خانواده هایشان را تامین میکنند. این دست فروشان میگن که از سوی پلیس آزار و اذیت میشوند و این کار سبب شده است تا آنان نتوانند به گونه درست کار کنند. با فضل خدا خوب است و منتها اگر عسکر دولت مزایم مالا شد. پولیس پیسه مجبور است. شاید بالاها از او تقاضا کنه. اصلا عاملی است. بر بنیاد آمارهای شهرداری کابل، تنها در شهر کابل 85,000 دست فروش وجود دارد. هرچند این دست فروشان به گونه رسمی با حکومت درآمد نمی پردازند، اما گفته می شود که شماره از اوزه ها و نواهی روزانه صدها هزار افغانی از این افراد درآمد دارند و این پول در جیب افراد و اشخاص می ریزد. این دست فروشان از حکومت می خواهند که مکانهای مشخص را برای آنان در نظر گیرند تا بتوانند به گونه درست کار کنند. والا مشکل که زیاد است، خودت میبینی که نه کراچی ها دو قطار است، نه اینجا دیگه هر روز عسکرا میدونه و اینجا میبره اون طرف و این طرف دیگه خودت که میبینی دیگه افغانستان خو نه کار است نه بار است، چی کنیم که نه به اینجا بهین 12 20 جو شده که میگردم الان کسی نمیمونه نه تو بزن چپکو بزن. از سوی هم شهرداری کابل میگوید که برای این دست فروشان مکانهای مشخصی را در نظر گرفتند و با ساخته شدن این مکانها مشکلات این دست فروشان حل خواهد شد. یکی از اهداف شهرولی کابل هم امی است که دست فروشهای ما در آینده قربانی نباشند و اینا مطابق طرز العمل به صورت قانونی و به صورت مشخص فعالیت بکنند. گفته نیست که دست فروشی بر بنیاد نیازمندی های شهروندان کشورهای رو به توسعه در بسیاری از این کشورها مروج است، اما شهرداری ها در این کشورها برای تنظیم امور در این بخش بازارچه های مشخص را برای دست فروشان ساختند که از این را سالانه میلیون ها دلار درآمد نیز گرد آوری می کنند. اما در افغانستان پس از سالهای جنگ تا کنون به حل بنیادی مشکلات دست فروشان و مدیریت درآمدها در این بخش پرداخته نشده است. برای گفتگوی بیشتر در این مورد همت الله امینزای رئیس نایه سیوم شهر کابل با ما هستند. آقای امینزای خوش آمدید. شما چی کار میکنین؟ شما کار درستی انجام دادین با جمع‌آوری از یا از روی جاده ها در کنار از اینکه شما از ازدحام جلوگیری کردین، فکر نمیکنین که تعداد از خانواده ها را تناب نانورشان همی کسا بودن اینا را بدون معاش و بدون همی دستفروشی اینا کدام کار دیگه نداشتن اینا را بیکار ساختین؟ بسیار تشکر. دیدگاه ما این است که دستفروشان متشبثین کوچکی هستند که بخش از اقتصاد شهر کابل تشکیل می دهد. برنامه که شهرداری کابل به خاطر انسجام از یا در نظر داره
از یک سو ترافیک شهر کابل که یک تهدید بسیار کلی به سطح شهر متصور است و عملا مردم شهر کابل به او دچار هستند. از سوی ما میخواهیم که امو موضوعات را که ما در گزارش هم شنیدیم قسمت از جنجالهایی را که مشکلات را که دست فروشان در کارهای خود دارن این را قانونیت ببخشیم، به این معنی که به نحوی که آزار میبینن، اذیت میبینن از سوی پلیس، از سوی ترافیک، از سوی رد نمیکنیم، از سوی کارمندای شهرداری، ما میخواهیم که در آینده ها یا به شکل قانونمند و قسم مطمئنتر در جاهای جاگوزین شون که در اونجا دیگه آزار و اذیتی وجود نداشته باشه. حالا شما اینا جمع‌آوری کردین، جای در نظر گرفتین؟ دقیقاً هیچ دستفروش را، هیچ دستفروشی که در هر نقطه شهر کابل باشه، در هر ناحیه شهر کابل که باشه، پیش از اینکه برازیا گفته شوه که از اینجا به جای انتقال پیدا بکنه، جای دیگه برشان در نظر گرفته شده، اگه او کپاس، اگه او دستفروش است، اگه او ویتریندار است، بر هر کدامشان جای بدیل وجود داره، یا در جای دیگه میرن و در اونجا که یا میرن یا قانونمند میشن یا جای بجا میشن، ثبت میشن، رجیستر پیدا میکنن. در کجای جای شما ایجاد کردن؟ در هر ناحیه جای بدیل دارن، در از هر جایی که انتقال پیدا میکنه. مثلا ما یک نقطه شهر کابل برتون بگیم، در ساحه میرویس میدان دو بغل پل اوی ساحه 3 و ساحه 95، هر دست فروشی که قبلا در یک نقطه جای بجای بودن، اول کمیسیون تشکیل شده، اونا برشان جای تشخیص داده که در کجا، از کجا باید به کجا انتقال پیدا بکنه. هیچ نوع حقوقش یا قبلا داشتن، اونا پایمان نمیشن و در جایی که نو میرن، شهرولی کابل برشان یک بسته خدماتی را ارائه میکنه که در اونجا تمام امکانات که شهرداری در خدمت داره در اختیارشان قرار میده. حالا فکر نمیکنین که تعداد اینا بیشتر از آن چیز است که شما آیا توانایی از این دارین که به همه اینا جای مناسب ایجاد کنین؟ در شک نیست، ما این را تایید میکنیم که تعدادشان بسیار زیاد است، ولی یک چیز باید ما قبول بکنیم که در سطح شهر بی نظمی و بیروبار شهر به اندازه ای است که ما ناگزیر بالاخره وارد عمل میشیم و امکانات اولیه ما ای است که ما باید یار منظم کنیم و دلکن در برنامه های طویل مدت برنامه وجود داره که در او باید یا مشکل دائمیشان حل شود. به این معنی که ما سر بازارهای روز کار میکنیم، بازارهای سرپوشیده را کار میکنیم که دستفروش ها در کل دیگه جای برازیا سر سرک نباشن. ما شما تجربه دستفروش ها را در کشورهای دیگه داریم، حتمی نیست که او سر چهارراهی استاد باشه، سر سرک باشه، در جای مزدحم باشه. کسی که خریدار دستفروش است، از دستفروش خریداری میکنه، اونا که در هر نقطه باشه اونجا مراجعه میکنه. یک ویژگی بسیار خوبی را که دستفروش در کارهای خود داره، دستفروش ها دو نوع خوبیایی را داره. یکی که معمول تقاضای روز عرضه میکنه، هر کس که از وظیفه خود دیگر طرف خانه میره یک چیز تازه طرف خانه بر خود میبره، هر سودایی را که روزانه کرد خود کار نیاز داره او را از دست فروش به دست میاره. و تقاضای دومی که هم شهریا به دست فروش مراجعه میکنه، اول پیش از او میره با قیمت نازل تر از دکان یا عرضه میکنه. بنان اگر یاد هر نقطه دوم مراجعه بکنه، شاید در روزهای اولی مشکل وجود داشته باشه تا که آدرس دوم پیدا میشه، آدرس دومش مشخص میشه، تا که مردم با او آشنایی پیدا میکنه، این یک دوره اندکی است و شهرداری کابل در این عرصه راه حل های را برشان پیشنهاد کرده. ما حاضر هستیم که بلبوردای را برشان نصب کنیم که از کجا به کجا خال پیدا کنن. در جای دومی که میرن، در اونجا برشان لوهای کلان میزنیم که یا تشخیص شون که از اینی دست فروش که قبلا در اینجا بودن، در یک مکان بودن، در مکان دیگه رفتن، مکان های دیگه که هستن حتما جایی هستن که در اونجا امکانات را که ما به نام میبریم که مثلا یا باید راجستر شون یا باید جای دیگه ثابت پیدا بکنه انتقال، از یا باید دیگه تایر نداشته باشه که یا انتقال پیدا بکنه جای به جای باشن، از طرف شب و از طرف روز. نظافتشان، صحت محیطیشان، حالا کدام ساحات پاکاریش داره و کدام ساحات در نظر دارین؟ آغازین نقاط که شهرداری کابل به او متوسل شد، ساحه کارت نو بود، ساحه بگرامی بود که اگر رفته باشین ترافیک سرکا بروی ترافیک باز است، دست فروش در جای بدیل فعالیت خود انجام میده. نقطه میرویس میدان بود، دو بغل پل هوایی کوت سنگی، ساره میرویس میدان عملا کارشان ختم نشده ولیکن جریان داره، ساحه دیمزنگ بود، در آینده پلان پل سرخ در جریان است. در قسمت های فروشگاه این برنامه تطبیق شد که قسمت از برنامه ناتکمیل مانده در ساحه سرای شمالی کاران عملا جریان داره، در نقاطش تطبیق شده و در نقاطش باقی مانده. در ساحه فروشگاه و در ساحه باغ علی مردان برنامه در حال پلان کردن است. ما برنامه یک جزئیات را داره که پیش از اینکه ما وارد عمل شویم، برنامه یک پیشگزینی را داره که دو ما مذاکرات با دست فروش ها میکنیم. من یک موضوع را خدمت دوستا عرض میکنم.
خلاف و موضوعاتی که در بخشی از رسانه ها و در سایت های اجتماعی نشر میشن، اکثر دستفروش هایی که انتقال پیدا میکنه به شکل داوطلبانه است. ما در ساحه میرویس میدان کپه های 20 ساله و 18 ساله را برداشتیم، ولیکن هر کدامشان داوطلبانه کپی خود از یک جای به جایی که ما برشان تعیین کرده بودیم به اونجا انتقال پیدا کرده. زمان که شما یک ساحه را پاکاری میکنین، بدیل او جایی که اونا دارن دستفروش که جایی که اونا دستفروشی میکنن، همزمان وجود داره؟ از همزمان که شما اینا از اینجا پاکاری میشه اوجا انتقال داده میشه و یا زمان بررسی پرسه؟ همزمان از یک جایی که انتقال پیدا میکنه همکارای تنظیم مارکت های ما هستن، برشان جای بدیل اول دبین از یان نماینده تعیین میکنن، جای بدیل برشان میگن که از این نقطه شروع میکنین تا این نقطه میرسین، او جای را قبلا برشان به نماینده هاشان گفتن. ولی سلسله نارضایتی است، من تایید میکنم و مشکل کلی است که شاید در روزهای اول برشان قابل قبول نباشه که چطوری ساحه را ترک بکنن. ولیکن ما این نقطه دیگر را عرض بکنم، در سطح شهر اسگاه هایی که قبلا اونجا تجمع مردم بود، او اسگاه ها هم از اون نقطه تغییر پیدا میکنه. تنها در ساحه کوتی سنگی قبلا مترا به نزدیک زیر پل هوایی میرسن، اما حالا در نقاط کم دورتر و توقف میکنن و از اونجا پس حرکت میکنن، به خاطر که هر چای رایی را که ما میخواهیم در اونجا این پروسه تطبیق بکنیم، یک ساحه را به نام ساحه سرخ یادآوری میکنیم، نام میگذاریم که در اونجا توقف مترا من است، توقف اسگاه من، گرفتن سواری و پایین کردن سواری، توقف هر نوع موتری که در اونجا به خاطر اسگاه استاد شوه و من نمی باشه و همچنان در اونجا دست فروش به خاطر نباشه که شهر بالاخره مزیبایی نسبی خود پیدا بکنه. یکی از وظایف بسیار عمده شهرداری، شهردارا و مسئول نواحی است که شهر آرایش بده به نحوی. خب آقای منزای، وقتی که دست فروش در روی جاده به دست فروشی می پردازه، حتما به خود جای از او هزینه نمی پردازه. وقتی شما انتقال میتین به جایی که شما در نظر گرفته، اینا باید چقدر هزینه بر شما بپردازن؟ دقیقاً یک نقطه بسیار خوب را اشاره کردین. قبلا از آدرس پلیس، ترافیک و شاید هم نواحی از یا خازی غیر قانونی صورت گرفته باشه، ولیکن در جایی که یا میرن بر فعلا شهروالی کابل هیچ نوع لایحه‌ای را به خاطر گرفتن هیچ نوع امتیازات از یا وجود نداره. تمام خدماتی که شهرداری ارائه میکنه رایگان است و در مقابل از اینکه یاد اونجا انتقال پیدا میکنه، ثبت میشه، راجستر میشه و یا یک حالت قانونمنده به خود پیدا میکنه. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. 50 کیلوگرم آرد 1180 افغانی، 1 لیتر روغن 85 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 45 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 95 افغانی و 1 کیلوگرم چای 280 افغانی. تا چند لحظه دیگر. حمایت صندوق جهانی پول از اصلاحات بانکی افغانستان. برای بهبود وضعیت آبهای زیرزمینی در روستاهای کشور، حکومت برنامه‌های بزرگی را روی دست دارد. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که سطح آبهای زیرزمینی در کنار شهر کابل در ولایت‌های دیگر نیز کاهش یافته است و این وزارت برای تامین آبهای زیرزمینی در روستاهای کشور برنامه تامین آبهای زیرزمینی با شیوه‌های مصنوعی را عملی می‌سازد. آنان میگویند که ساخت بندهای کوچک آبگردان و جلوگیری از حفره چوهای عمیق از برنامه‌هایند که برای بهبود وضعیت آبهای زیرزمینی عملی خواهند شد. قسمت پایین رفتن آبای زیرزمینی در شهرها زیادتر مسئولیت وزارت شهرسازی است و ریاست عمومی آبرسانی شهری است، ولی انکشاف دهات هم چون زیادتر در دهات کار میکنه، این معضله در دهات هم هست. در دهات ما یک مکانیزمی که وجود داره است که ما پالیسی جدیدی که ساختیم، زیادتر ما از آبای سطحی استفاده میکنیم، از چشمه ها استفاده میکنیم. آبای سطحی معمولا سالهای قبل زیادتر چوها و فوری میشد و همین دلایل بوده که سطح آبای زیرزمینی پایین رفته، ولی پالیسی نو که وزارت ساخته است که ما زیادتر از آبای سطحی استفاده بکنیم و در این زمان در باز ولایات که ما مقدار زیاد آبای زیرزمینی را استفاده میکنیم، بر از او یک سیستمای تغذیه مصنوعی احداث بندهای بسیار خرد و کوچک ساخته شده تا ما بتانیم که از آبای زیرزمینی که ما استفاده میکنیم
بالاتر از او ما بتانیم از طریق سیستم تغذیه آبای زیرزمینی ما او آبای زیرزمینی رو تقویه بکنیم. یک مثال بسیار عمدهش در ولایت بادغیس است که ما برای شهر قلعینه و آب آشامیدنی رو تهیه میکنیم و چون یک پروژه شهری سلطه در همکاری با ریاست عمومی آبرسانی شهری ما به خاطر از اینکه در اوج آبای زیرزمینی یا پروژه پایداریش بالا بره ما احداث یک بند پلان کردیم که تحت پروسه تدارکاتی است و هدف عمده از این تغذیه آبای زیرزمینی و تقویه سیستم‌های آبیاری در منطقه است. در سطح حکومت البته تدابیر خود وزارت انرژی آب داره من رئیس سکرتاریت شورای عالی آب و زمین و جلادما رئیس جمهورم سکتور آب در اولویت خیش قرار داده و این احداث بندای خرد و کوچکی که دولت پلان کرده یکی از هدفش در پالوی ازی که زراعت تقویه میکنه سیستم آبیاری رو تقویه میکنه که از اهدافش تقویه و تغذیه آبای زیرزمینی است. و در قسمت ازی که شما اگر در یک کار میکنین در حال حاضر وضعیتی که در شهر کابل است که آب گفته میشه که از 10 تا 12 متر در زیر زمین پایین رفته و مردم هم با قلت آب آشامیدنی روبرو هستن، کدام راه ها یا شیوه ها میتونه که جایگزین باشه برای ازی که مردم باز بتونه از آب دوامداری که در زیر زمین وجود داره و از او به شکل درست استفاده بکنه و دیگه رسیدگی به مشکل بشه؟ خب این سوال برمیگرده با آبرسانی شهری، ولی من من حیث یک آدم تخنیکی و من حیث البته رئیس آبرسانی دهات از لحاظ اصول باید چاهایی که در شهر کابل هر شخص استفاده میکنه چای خودسر اینا جلوش گرفته شوه، ولی چون مردم به آب ضرورت داره بند شاتوت که در قسمت جنوب کابل قرار است ساخته شوه، بند شاه و عروس و آب دریای گلبهار، باید سیستم آبرسانی شهر کابل باید از اوجه تامین شوه. در هیچ شهر از نگاه اصول آبرسانی ای ایجاب نمیکنم تا ما از آبای زیرزمینی به یک شهر کلان در او استفاده بکنیم، ولی متاسفانه در کابل این مشکل هست. تنها موضوع آشامیدنی نیست بلکه خود فابریکای خرد صنایع است، بعضی عمامه است، موترشایی است که اینا طبعا از آبای زیرزمینی استفاده میکنه و ایجاب میکنه تا قانون آب به صورت مطلق باید تطبیق شود که اجازه نمیده تا ما از آبای زیرزمینی استفاده بکنیم و بدیل از این اونمو احداث بند شاتوت است، بند شاوروس است و انتقال آب از دریای پنشیر است، قسمی که برای شهر نو کابل هم شما که در دیسبز است منبع آب آشامیدنیش دریای گلبهار یا دریای پنشیر است. یگانه راه حل همی بوده میتونه و وقتی که دولت این کار میکنه باید دیگه جلو از چاهای خودسر گرفته شود. صندوق جهانی پول از اصلاحات مالی و بانکی افغانستان پشتیبانی می کند. مسئولان صندوق جهانی پول می گویند که برای بهبود نظام بانکی و بهبود ذخایر ارزی کشور و بانک مرکزی مشوره می دهد و تلاش می شود تا نظام بانکی کشور باثبات و به گونه مطمئن عملی شود. آنان می گویند که برای دسترسی شهروندان افغان به قرضه ها و خدمات مالی در کشور در همکاری با کمک کنندگان دیگر برنامه های سودمندی روی دست گرفته شدند. صندوق جهانی پول بر کمک های فنی و نیز بر مشوره دهی برای بهبود نظام بانکی و مالی افغانستان تاکید دارد. مسئولان این بانک میگویند که افغانستان در سالهای گذشته در بخش های بهبود مالی و بانکی به پیشرفت های دست یافته است و این صندوق تلاش دارد که با کمک های بیشتر فنی به حکومت افغانستان به ویژه به بانک مرکزی زمینه های توسعه خدمات مالی و بانکی را برای شهروندان افغانستان فراهم سازد. Through its work with the Central Bank of Afghanistan. صندوق بین المللی پول درباره حفظ نظام بانکی همچون یک ذخیره‌گاه باثبات، مستقل و امنی اندوخته های مردم با بانک مرکزی افغانستان مشوره می دهد. در این چارچوب فائق آمدن بر میراث سقوط کابل بانک در سال 2010 یکی از برنامه های کلیدی و مهم افغانستان است که از سوی صندوق جهانی پول پشتیبانی می شود. دومین که همراه با همکاران دیگر جهانی ما به حکومت افغانستان کمک می کنیم راههایی را بیابد که خدمات مالی را بیشتر فراگیر بسازد تا شمار بیشتری از مردم افغانستان به سپرده ها دسترسی داشته باشند. از سوی بانک مرکزی عملکرد سالهای گذشته صندوق جهانی پول را برای بهبود نظام مالی و بانکی کشور بسیار سودمند می داند و می گوید که در این بخش افغانستان توانسته است و پیشرفت های چشمگیری دست در IMF هیئتونه
مونږ سره نږدې پراوابطو په اړیکه کې دي د اقتصاد د بهبود دپاره د پالیسیانو د ورکړې دپاره او آی ایم ایف مونږ ته په عین زمان کې د ټریننګ او د آموزش او د ظرفیتونو د لوړوالي زمینه مساعده کړې. از سوی هم مسئولان این صندوق میگویند که در حال حاضر حکومت افغانستان با بانک جهانی روی طرح ریزی راهبرد کار میکند که بر بنیاد آن در سه بانک بازرگانی دولتی اصلاحات لازم به میان آورده شوند. آنان میگویند که در این بخش نیز صندوق جهانی پول به حکومت افغانستان کمک میکند. در نتیجه آتش سوزی در بزرگترین جنگل شهر لشکرگاه 35 جریبه این جنگل سوخته است. هرچند تاکنون علت این آتش سوزی معلوم نیست، اما گفتن می شود که این رویداد به گونه برنامه ریزی شده رخ داده باشد. از سوی هم گفتن می شود که در این اواخر روند ساخت و ساز تارهای امنیتی در جنگل شهر لشکرگاه آغاز شده بود. جنگل بولان در شهر لشکرگاه یگانه جنگلی بود که بخش زیاد آن از غصب و نابود شدن در سالهای جنگ در امان بوده است. اما شب گذشته این جنگل به گونه مرموز آتش می گیرد و بخش زیاد آن می سوزد. عامل مگم پندقه بانده اوست فکر که او چی عامل یه چه دی. خوز مگه آقا کارمندان چی دشپی اول صحنه که را رسیده لیدی آقا دست ویل چی ور دی ولی دی خانه و دی طرف داغ ساحه دو متر سوزیدلی و نوزده نمال میگی چی دغا صاحب پوری دی دغا خانه او رو زنگلت او رو چول شوی دی یا هر چه چی دی پا عملی مگ نپی چی کما مرمی را غلی دا پودری را غلی دی دلت او رو چولی دی او دستی زنی خلق هم وی چی دشپی پشنگانم پورته که دل خاغاز نپیم چی مخ که دی وقت نو که پا دی وقتی او. از سوی هم شمار از باشندگان شهر لشکرگاه میگویند که حکومت باید این رویداد را به گونه جدی پیگیری کند. پر داغ متی کا بھائی پر دې سړک ته ور نور رسیدلی شي په یاره ورسې پشنګانو فکر کوي یار خدا د می سر نه پخلا شي یا به پشنګانو یا به روینانو یا درش کو یو ولس نیم بجه د شپې در امینال از به پروی ریاست زراعت این ولایت در حفظ این جنگل انتقاد میکنند. پاک جنگل مو بلو دی اغم دا چې اور از یو زای سوی بلو راځي بل زای سوی مو سری تقریبا درې مې صاحب بالا پات نه د سر سوی دوه درې مې مو ورخه سر دا ډیر بدبختی زیاده چې دوی ځنګل ته ور اچول او دا تفریح زیاده چې موږ ټول هلمندیان د ځای ته راځو د تفریح او مطالعې لپاره راځو نو دا ډیر غلط کار سوی دی. این در حال است که پیش از این در منطقه مارجا و لشکرگاه شمار زیادی از جنگل های درختان گوناگون وجود داشتند، اما گفته می شود که این جنگل ها به بهانه های گوناگون از سوی زورمندان غصب شدند. صندوق کودکان ملل متحد برای دسترسی شماری از باشندگان 27 ولایت کشور برنامه دو ساله آبرسانی را در این ولایت ها عملی می سازد. وزارت احیا و انکشاف دهات هزینه این برنامه را بیش از 43 میلیون دلار می گوید که در سالهای 2018 و 2019 میلادی در کشور عملی خواهد شد. مسئولان صندوق کودکان ملل متحد در کابل می گویند که در چارچوب این برنامه آب آشامیدنی بهداشتی برای کودکان و خانواده‌هایشان فراهم خواهد شد. 43 میلیون و 295 هزار دلار مبلغ کمک شده صندوق کودکان ملل متحد که برای تهیه یابی آشامیدنی در افغانستان تخصیص یافته است، از سوی وزارت های احیا و انکشاف دهات، معارف و صحت عامه در بخش های حفظ الصحه و تهیه یابی آشامیدنی در مکتب ها، روستاها و مرکز های بهداشتی هزینه خواهند شد. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند که در سال 2018 میلادی وزارت احیا و انکشاف دهات بیش از 22 میلیون دلار را در بخش آبرسانی و حفظ الصحه هزینه خواهند کرد. برای تطبیق پروژه های آبرسانی که حال زیر دست است مبلغ 5 میلیون و 300 هزار دلار در نظر گرفته شده که شامل اعمار 150 شبکه های آبرسانی که شامل 1200 یعنی 1200 نقطه آبی را تشکیل می دهد. در این حال مسئولان صندوق کودکان ملل متحد در افغانستان می گویند که این صندوق برای بهبود حفظ الصحه کودکان در کشور و نیز دسترسی بیشتر خانواده ها به آب آشامیدنی بهداشتی برنامه های را روی دست دارد. ما به این باور هستیم که آب بهداشتی و حفظ الصحه برای رفتن به مکتب کودکان و نیز بهداشت کودکان بسیار مهم است و ما یکی از همکاران کلیدی برای برنامه های دسترسی کودکان به آب بهداشتی و بهبود شبکه های آبرسانی هستیم.
مسئولان صندوق کمک به کودکان ملل متحد میگویند که در دو سال گذشته این صندوق خدمات آبرسانی مطمئن را برای بیش از 500 هزار روستانشین در بخش های گوناگون کشور فراهم ساخته است. آنان میگویند که در چارچوب برنامه های کنونی این صندوق برای 1,500,000 بیجا شده در حالات استرار آب آشامیدنی بهداشتی رسانده خواهند شد. این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. 1 کیلوگرم گاز مایع 60 افغانی، 1 لیتر پترول 46 افغانی و 1 لیتر دیزل 46 افغانی. تا لحظات دیگر وجود فساد در نهادهای گردآوری مالیات. سرخط خبرها. حمایت صندوق جهانی پول از اصلاحات بانکی افغانستان. در این چارچوب فایق آمدن بر میراث سقوط کابل بانک در سال 2010 یکی از برنامه‌های کلیدی و مهم افغانستان است که از سوی صندوق جهانی پول پشتیبانی می‌شود. برنامه‌های دو ساله آبرسانی کوما ایسای چیم سرده او هغه فیصدی چې موږ په دغه دوو کالو کې ورته برای تطبیق پروژه های ابرسانی کال زیر دست است. مبلغ 5,300,000 دلار در نظر گرفته شده. وجود فساد در نهادهای گردآوری مالیات. اگر سیستم وزارت مالیه به شکل آسانتر یا ساده تر چی شود قسم بتانند که ما بسیار با آسانی یا با راحتی بتانیم که همون مالیه را تصفیه کنیم. و آتش سوزی در بزرگترین جنگل شهر لشکرگاه. ادامه خبرها. شماری از سرمایه گذاران و بازرگانان میگویند که در سالهای اخیر انعطاف پذیری برای پرداخت مالیات به حکومت بسیار زیاد شده است، اما حکومت باید از فساد اداری و مشکل تراشی ها در نهادهایی که مالیه گردآوری میکنند باید جلوگیری کنند. آنان میگویند که مشکلات در قوانین مالیاتی، طولانی بودن روند اداری پرداخت مالیات از چالش های بزرگ در این بخش هستند. از سوی هم وزارت مالیه میگوید که برای ساده ساختن روند مالیدهی در کشور برنامه هایی را عملی ساختند. در دومین روز هفته مالیات شماری از مالیات دهندگان میگن که در سالهای اخیر شمار زیادی از مالیات دهندگان تلاش کردند که مالیاتشان را به زمان معین آن به حکومت بپردازند. فضل رحمان جاهد یکی از سرمایه گذاران میگوید که از دو سال بدین سو که شرکتش را ایجاد کرده است 200,000 افغانی به حکومت مالیه پرداخته است و مشکلات در قوانین مالیات، پیچیده بودن روند اداری و نبود آگاهی دهی لازم از قوانین و شرایط مالیه دهی را از چالش های عمده میداند، اما میگوید که به پرداخت مالیات متحد است. اگر سیستم وزارت مالیه به شکل آسانتر یا ساده تر چی شود قسم بتانند که ما بسیار با آسانی یا با راحتی بتانیم که همون مالیه را تصفیه کنیم، این در فکر ما بهتر میشه. یک ذره پیچیدگی هست. از سوی هم در حال حاضر بیشترین سرمایه گذاران و مالیات دهندگان در کشور به این مطمئن هستند که با پرداخت مالیات آنان رشد اقتصادی در کشور میسر می شود. خصوصی سکتور باید مالی خود تصفیه کنه و مالیات خود می پردازه، اما از جانب حکومت هم باید سهولت‌های لازم در نظر گرفته شود. در بخش تعدیل قوانین، قانون مالیات بر عایدات، قانون امور اداری مالیات ما پیشنهادات خود داشتیم، نظرات سکتور خصوصی را جمع‌آوری کردیم، با حکومت مشخصا با وزارت مالیه شریک ساختیم. خوشبختانه وزارت مالیه هم قبول کرد، در قوانین جابجا کردند، ولی تا به حال این قوانین تصویب نشده، باید تصویب شود، مولی اجرا باید باشه.
وزارت مالیه میگوید که برای ساده سازی روند مالیه دهی در کشور برنامه های را روی دست دارند. آنان میگویند که در حال حاضر با به کار انداختن سیستم های برقی در شماری از اداره های این وزارت تلاش دارند که از دشواری ها در پرداخت مالیات در کشور جلوگیری کنند. و قوانینو که تعدیلات را وستل ده اظهارنامو الکترونیکی کول، همدارنگا ده پروسو ساده کول او ترسنگ اما پوهوی هغه موارد دی چې موږ تر سره کړی او دا د لامل ګرځیدلای چې د خصوصي ټول لپاره اسانتیاو رامنځته سي او بل مقابل موږ د اصلاحاتو په برخه کې هم یو مثبته پایله ولرو. با گفته بازرگانان و سرمایه گذاران اگر حکومت اصلاحات لازم را در بخش های مالیاتی با وجود آورد آنان حاضر هستند مالیاتشان را در زمان معین آن پرداخت کنند. از سوی هم وزارت مالیه میگوید که برای افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور این وزارت تلاش دارد که برنامه های بیشتر آگاهی دهی از سودمندی های پرداخت مالیات را راه اندازی کند. فضل الرحمن جاهد سرمایه گذار برای گفتگوی بیشتر با ما هستند. آقای جاهد خوش آمدین. روند گردآوری مالیات از سرمایه گذاران در حال حاضر چگونه است؟ با عرض سلام به شما و خدمت بیننده‌های عزیز. خب روند جمع‌آوری مالیات آل خود تا هنوز وزارت مالیه قسم مالیات جمع می‌کنه که باید خود سرمایه گذار مراجعه کنه و در وزارت مالیه یا در مالیندگان متوسط یا هم در چیز که وجه مالی خود را روبوار باید تصفیه کنند، یعنی روبوار باید مالی خود را بپردازند. خب مشکلات از این اولی است که قسم روبوار برای یک متشبیس یا سرمایه گذار خیلی مشکل است، من فکر میکنم، چون که مشکلات در داخل اداره هم زیاد است و کسی که البته میره بخاطر تصفیه مالیه او را هم هر روب برای از او مشکل ایجاد میکنه، چون که در نهادهایی که این پول تصفیه میشه خود شما طبعا میفهمین که در اوج موضوعات هست که فشار بالای یک متشبیس یا یک سرمایه گذار میه تا اونا بسیار به سختی یا بسیار به مشکل تا بتانن با فرم اظهارنامه خود چی کنه. از قبلا که در آل تا جای را خوبتر است، اما باز هم سهولت هایی که باید بیاین برای متشبیسین یا سرمایه گذارا هنوز هم نامنه. قاجای شما چی فکر میکنین؟ گردآوری مالیات از سرمایه گذاران خوب است و یا هم نفع کشور است و یا به ضرر؟ خب ما طبعا میفهمیم، ایره هر کس میفهمه که جمع‌آوری مالیه برای یک کشور خوب است. وقتی که یک سرمایه گذار مالیه نتیه چطور کشور مصارف خود از کجا پوره کنه؟ ما در این گریزان نیستیم، خوش هستیم که مالیه میپردازیم، اما مالیه را شفاف بپردازیم. مالیه در کجا میره؟ یعنی شما کی میگیره از ما؟ روند گردآوری شفاف نیست؟ طبعا مشکل داره، طبعا مشکل داره روند گردآوری. خب به چند نهاد میدوانند؟ مشکلات اساسی شما در پرداخت مالیه شما و دیگر سرمایه گذارا داره چی است؟ اساسی ترین مشکل که شما میتونید برمو بگید؟ اساسی ترین مشکل یک سرمایه گذار برخورد نهادهای برخورد البته همون کارمندای که در بخش مالیاتی هست برخورد اونا هست. چگونه است برخورد؟ خب در وقتی که در اوج مراجعه کنی تو احساسی را نمی کنی که در جای میایی که تو پول میتی، احساسی را میکنی در جای میایی که خود تو از او پول میگیری، امرایت قسم برخورد میشه، قسم ورق پرانی میشه از این جا دوجه از او جا دوجه. اصلا نه رهنمایی وجود داره، نه طبعا مشکلات هست، اما اگر توجه صورت بگیره راه حلش بسیار آسان است. حالی ما روبوار باید ازار نامی خود بتیم. در فکر بگو که یک متشبیس یا یک سرمایه گذار هر روب براون اوج مالی خود تصفیه کنه، هیچی مشکل نیست برای یک سرمایه گذار. طبعا مشکل است که اگر امیر وزارت مالیه از روبوار به سالانه، چون که 3 ساله جواز میتن، پس 3 ساله جواز میده هر سال از یک سرمایه گذار همو چیشه بگیرن اظهارنامه‌ش. یا شما به عنوان یک سرمایه گذار چقدر در وقت معین که باید مالیه بپردازه این شما پرداخت کردین؟ خب اگر واقعیت شه بگویم، ما به عنوان یک سرمایه گذار به وقت معین نپرداختیم،
طبعا مشکل علت دایی بوده که البته مشکلات کاری خود ما آماده به این نیستیم که آل مالیه بپردازیم. وقتی که ما مالیه میپردازیم باید دولت بر ما چیزای را آماده بسازه. یعنی هیچ سهولت بر شما آماده نساخته؟ نخیر، اصلا وقتی که یک تاجر مالیه میپردازه برای دولت، برای دولت مالیه بده، از دولت توقع داره، تقاضا داره که امنیتش برابر بکنه، یعنی زمینه بازار فراهم بکنه، دیگر که یک تاجر بتونه که سرمایه گذاری کنه، درآمد بکنه و از اون مالیه بپردازه. حالا چه سهولت هایی را حکومت بر شما ایجاد کرده تا کنون؟ تا هنوز ما کدام سهولتی را از حکومت ندیدیم. تا هنوز ما دو سال بیشتر میشه که کار میکنیم، تا هنوز کدام سهولتی را ما فکر نمیکنم، چون که به دنیای دیگه وقتی که سرمایه گذاری میکنی هر دقیقه از یک تاجری از یک سرمایه گذار پشتوانی میشه، حداقل اگه پشتوانی نتون دلجویی خو میتونن. اینجا بس یعنی متاسفانه که سرچپه روان هستیم ما، به جای از اینکه یک تاجر تشویق کنه، به جای از یک سرمایه گذار تشویق کنه که تاو بتونه در سرمایه گذاری بکنه، متاسفانه او را قسم چیز میکنه که اصلا نتونه که مالی خودم بپردازه. حتی شوق مالیه، تحویل مالیه یا تصفیه مالیه یک شوق داره. وقتی که من درآمد داشته باشم، من خوش رفته خودم مالی خودم بپردازم، به خاطر از اینکه در زمینه ازیر دولت بر ما فراهم ساخته که ما درآمد کردیم. وقتی که یک سیستم مشکل دیگه وجود داره، ما تا جایی را که باور دارم در دیگه جایا وقتی که یک متشبث یا یک سرمایه گذار توان بکنه، به توانی از دولت شریک است. اینجا که اگر توان بکنی یا نکنی، اگه خدا گونه ولو هر چی که چیز باشه باید تو مالیه بپردازی. یعنی امکانات سهولت بر شما نه خیر هیچ اصلا وجود نداره. خب آقای جاهد، امروز دومین روز هفته مالیات در کشور بود و وزارت مالیه میگه برگزاری این روز میتونه که در روند گردآوری مالیات شفافیت ایجاد کنه و از فرار مالیاتی به جلوگیری شه و همچنان آگاهی بیشتر برای مردم به خاطر مالیات دهی شه. شما چی فکر میکنید این برنامه چقدر میتونه موثر باشه به خاطر آگاهی هرچی بیشتر؟ اگر شوه بسیار موثر است، اگر نشوه به شعار بمانه، من فکر میکنم این تاثیر وجود نداره. با گفتن خو نمیشه که ما تو یک کار میکنیم، یعنی تا دو سال ما اصلا تا یک منی غیر بسیار سرمایه گذارهای دیگر نمیفهمه که روند مالی دهی چه قسم یعنی از قوانین مالیات اصلا هیچ تاجر نمیفهمه، اصلا هیچ بسیار یعنی بسیار کم مردم هست اگر بفهمن یا آگاهی داشته باشن، یا هم کسای آگاهی داره که هر روز به وزارت مالیه اوج چی هست اونا سردوچار هستن، قطع زمین مشکل اونا اگر بفهمن. اما باید همین سیستمی را که همین رواندی را که اینا پیش رو گرفته، این را بسیار شفاف بسیار آسان در کسایی را در این بخش بمانه که تا بتانه تا با متشبثین یا سرمایه گذارا با بسیار با سیستمی خوب پیش بره، مالی واقعی را بگیره در حساب دولت بپردازه، نه به جای دیگه. آها تشکر از دوستان در برنامه. و این هم نرخ از شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 70 افغانی و 35 پول، یک یورو 84 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 19 افغانی، 1000 پی هندی 1090 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 623 افغانی. تا چند لحظه دیگر. برنامه های دو ساله آبرسانی. صندوق کودکان ملل متحد برای دسترسی شماری از باشندگان 27 ولایت کشور برنامه دو ساله آبرسانی را در این ولایت عملی می سازد.
وزارت احیا و انکشاف دهات هزینه این برنامه را بیش از 43 میلیون دلار میگوید که در سالهای 2018 و 2019 میلادی در کشور عملی خواهند شد. مسئولان صندوق کودکان ملل متحد در کابل میگویند که در چارچوب این برنامه آب و آشامیدنی بهداشتی برای کودکان و خانوادهایشان فراهم خواهند شد. 43 میلیون و 295 هزار دلار مبلغ کمک شده صندوق کودکان ملل متحد که برای تهیه یابی آشامیدنی در افغانستان تخصیص یافته است، از سوی وزارت های احیا و انکشاف دهات، معارف و صحت عامه در بخش های حفظ الصحه و تهیه یابی آشامیدنی در مکتب ها، روستاها و مرکز های بهداشتی هزینه خواهند شد. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند که در سال 2018 میلادی وزارت احیا و انکشاف دهات بیش از 22 میلیون دلار را در بخش آبرسانی و حفظ الصحه هزینه خواهند کرد. برای تطبیق پروژه های آبرسانی که حال زیر دست است، مبلغ 5 میلیون و 300 هزار دلار در نظر گرفته شده که شامل اعمار 150 شبکه های آبرسانی که شامل 1200 یعنی 1200 نقطه آبی را تشکیل می دهد. در این حال مسئولان صندوق کودکان ملل متحد در افغانستان می گویند که این صندوق برای بهبود حفظ الصحه کودکان در کشور و نیز دسترسی بیشتر خانواده ها به آب آشامیدنی بهداشتی برنامه های را روی دست دارد. ما به این باور هستیم که آب بهداشتی و حفظ الصحه برای رفتن به مکتب کودکان و نیز بهداشت کودکان بسیار مهم است و ما یکی از همکاران کلیدی برای برنامه های دسترسی کودکان به آب بهداشتی و بهبود شبکه های آبرسانی هستیم. مسئولان صندوق کمک به کودکان ملل متحد میگویند که در دو سال گذشته این صندوق خدمات آبرسانی مطمئن را برای بیش از 500 هزار روستانشین در بخش های گوناگون کشور فراهم ساخته است. آنان میگویند که در چارچوب برنامه های کنونی این صندوق برای 1,500,000 بیجا شده در حالات استرار آب آشامیدنی بهداشتی رسانده خواهند شد. برای بحث بیشتر در این مورد انجینیر قادر رئیس برنامه ملی آبرسانی با ما است. آقای قادر خوش آمدید. در مورد برنامه کم بر ما بیشتر توضیح بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که شما از خبران شنیدین، امروز وزارت انکشاف دهات یک پلان دو ساله را همراه صندوق اطفال ملل متحد به امضا رسانده که از طریق پلان قرار است که اداره یونیسف برای وزارت انکشاف دهات در دو سال آینده در حدود 43 میلیون دلار به خاطر تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه در 34 ولایت افغانستان تدارک کنه و حمایت بکنه و این برنامه در هماهنگی نزدیک با وزارت معارف و وزارت صحت عامه تطبیق میشه، چون موضوع آب یک موضوع بسیار حیاتی و اساسی است و قرار است ما در مکاتب هم آب آشامیدنی و تسهیلات حفظ الصحه را فراهم بکنیم و در مراکز صحی هم و همچنان در محلات عامه هم و ما در پالوی ازی در نظر داریم از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی هم ما تا 3 سال آینده پوشش آب آشامیدنی را که فعلا در دهات به 53% میرسه ما این را به 73% بالا ببریم. از چه زمانی کار این برنامه آغاز خواهد شد؟ کار برنامه خب امروز پلان امضا شده و کار برنامه عملا جریان داره، کار از پلان و بعد از امضای پلان ما در 34 ولایت همکارای ما هستند و ما در ساحاتی که فعلا امکانات مطالعات تکنیکی و سروی هست ما تطبیق پلان شروع شما بررسی کرده این که به کدام ولایت افغانستان در اولویت کاری شما قرار داره که اونا نیاز بیشتر به این آب ها دارن؟ بله، در وزارت انکشاف دهات ما پالیسی آبرسانی دهات جدیدن ما تجدید نظر کردیم و در قسمت ساحاتی که مشکلات آب در اونجا به حد است و نبود آب باعث شده تا خانما دخترها از مکتب باز بانند و همچنان امراض ساری که از نبود آب صحی و خدمات صحی ضعیف به وجود می آید ای بسیار زیاد شوه. ما تقریبا 9 ولایت در زون شمال، شمال شرق و شمال غرب ما مطالعه کردیم که از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ زمین شناسی و طبقات زمین و آبایی که وجود داره این 9 ولایت مشکلش به نهایت زیاد است، ولی
در سالی که ما پیش رو داریم مهاجرین هم قرار است از خصوصا از پاکستان بیاید در زون شرق و در زون غرب. ما پیش بینی کردیم که در این دو ولایت خصوصا قندهار و ننگرهار هم مشکلات آب در اینجا زیادتر باشه و ما برای زو آماده گرفتیم. حالا برنامه‌هایی که به خاطر تطبیق این برنامه شما روی دست گرفتین، آمادگی های شما چی است؟ آمادگی های ما قسمی که شما از امضای پلانم توضیح دادن، ما قرار است تنها از طریق کمک های مالی که از طریق یونیسف صورت میگیره به وزارت، ما در سال آینده قرار است ما تا برای تنها در حدود بین 500 تا 600 هزار نفر ما در حالات عادی ما برای مردم در دهات آب آشامیدنی تهیه بکنیم و این آب آشامیدنی زیادتر شامل شبکه های آبرسانی میشه که ما پالیسی را که ما جدیدن ساختیم و تجدید نظر شده، زیادتر تمرکز ما روی شبکه های آبرسانی است و سیستم هایی است که این توسط انرژی آفتاب و از منابع چشمه ها و چاه ها استفاده میشه و این شبکه ها سیستم میتر عیار شده که ما کسایی که از خدمات استفاده میکنن یک مبلغ ناچیز پول باید بپردازن تا برای ترمیم و حفظ مراقبت از استفاده شد. ما بعض از خانوادار داریم که توانایی پرداخت همین مبلغ کمی که شما میگینم ندارن. شما کدام تخفیف مقابل اینا در نظر گرفتین؟ یعنی خب مبلغی که قابل پرداخت است بسیار مبلغ ناچیز است، شاید ماهانه بین از 10 تا 50 افغانی زیاد نشوه و ما فکر میکنم که توانمندی را تمام مردم داره داده هات و خوبیش است که اینمی مبلغ بسیار ناچیز در حساب بانکی که شورای انکشافی در قریجات داره ای ذخیره میشه و از این ما میتونیم استفاده بکنیم. در پالوی از این ما شبکه های آبرسانی ما در باز جایی که امکانات شبکه نباشه ما حفاری چهار ما میکنیم و از طریق منابع آب پاک ما عرضه خدمات میکنیم و تمام از این منابع آبی را که ما میسازیم ای از لحاظ کیفیت تست میشه در لابراتوار مجهزی که ما داریم تا ما مطمئن شیم که آب آشامیدنی پاک ما به مردم تهیه میکنیم. چقدر هزینه خواهد شد در این برنامه؟ برای سال 2018 یا سال 97 ما تنها از طریق اداره یونیسف در حدود بین 12 میلیون تا 13 میلیون دلار ما هم در حالات اضطرار و هم در حالات عادی ما امکانات بودجوی داریم. در پالوی از خود دولت هم از طریق وزارت مالیه در بخش آب سرمایه گذاری میکنه و همچنان برنامه میثاق شهروندی را که از تعهدات رهبری حکومت خصوصا از ابتکار جلال مآب رئیس جمهور است، ما از طریق برنامه میثاق شهروندی هم ما در 117 ولسوالی در 34 ولایت ما خدمات آب آشامیدنی را ما به هموطنان خود ارزانه کردیم. چند درصد از مردم در کشور دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی ندارند؟ احصایه که در سال 2017 از طریق سروی احصایه مرکزی به نشر رسیده 53% مردم در دهات دسترسی به آب داره، یعنی ما گفته میتونیم که هنوز 47% مردم در دهات با آب آشامیدنی پاک دسترسی نداره و یک چیزی که بسیار مهم است، ما همیشه میگیم آب آشامیدنی ولی حفظ الصحه یک جزء اساسی یا یک رکن اساسی در بخش آب است و در این سکتور است که برای بهبود صحت کمک میکنه. وقتی که در یک منطقه اگر آب یا منبع آبم پاک باشه ولی او پاک نگاه نشوه، او پاک استفاده نشوه، طبعا مشکلات زیاد بار میاره. شما چند قبل شاهد ازی بودین که احصایه مرکزی یک راپور رو نشر کردن که در تمام افغانستان منابع آبی ساخته شده بعد از اینکه از منبع آب گرفته میشه بر استفاده این ملوث میشه و یک تعداد منابع آبی به میکروب ایکولای این ملوث شده که باعث امراض در انسان ها میشه و به این اساس موضوع حفظ‌الصحه بسیار اساسی است. مسئولیت مردم در این قبال چه است؟ مسئولیت مردم چند چیز است. یکی خو حفظ و مراقبت همی خدمات است تا با اونمو اندازه ای که مردم توانمندی
ترمیم و نگهداری خدمات داره ایره باید این کارو باید بکنه و در قسمت دوم اینمی آگاهی دهی است که ما در جریان تطبیق پروژه ما مردم بسیار آگاهی میتیم طبقه اوناست طبقه زگور جداگانه از طریق همکارای خود و بعد از او خود مردم اینمی پیامای نظافت و پیامای صحی و اینمی سیستم آگاهی دهی را که ما مروج میسازیم بین مردم ای باید دوام پیدا بکنه وظیفه مردم هم است وقتی هم نظافت در یک منطقه باشه هم محیط پاک باشه و هم منبع پاک آب ما داشته باشیم اینجا ای باعث رشد اقتصادی میشه باعث صحت میشه و باعث از این میشه که اطفال ما خانم ما کهنسالا بتانن از امو زندگی که ما شما داریم بهتر استفاده بکنند در تعلیم در سکتورهای دیگر چالش هایی که شما فکر میکنین که میتونه مانع تطبیق این برنامه شاید چی است؟ چالش هایی که ما داریم هنوزم آبرسانی یا آب آشامیدنی از لحاظ حمایت سیاسی خصوصا در سطح بودجوی هنوز هم ما مشکلات بودجوی داریم یعنی ضرورت است که در پالوی زیک سرمایه گذاری که فعلا صورت میگیره دولت در سکتور آب آشامیدنی از لحاظ مالی باید زیادتر سرمایه گذاری کنه شما بهتر میفهمین که حکومت تمام حکومت ها فعلا متعهد به تطبیق اهداف انکشافی پایدار است و ما سالانه فعلا در حدود 20 میلیون دلار ما یک خلای مالی داریم یک از مشکلات های عمده در پالوی چالش های امنیتی تشکر از حضورتان در برنامه و در پایان برنامه مرور داریم بر فشرده خبرها صندوق جهانی پول از اصلاحات مالی و بانکی افغانستان پشتیبانی می کند صندوق کودکان ملل متحد برای دسترسی شماری از باشندگان 27 ولایت کشور برنامه دو ساله آبرسانی را در این ولایت ها عملی می کند شماری از سرمایه گذاران و بازرگانان میگویند که در سالهای اخیر انعطاف پذیری برای پرداخت مالیات به حکومت بسیار زیاد است. در نتیجه آتش سوزی در بزرگترین جنگل شهر لشکرگاه 35 جریبه این جنگل سوخته است. تشکر از همراهیتان این بازار امشب تا برنامه بعد خدا نگهدار.